به نام یاد خداوند بیندازم مهربان، با عرض سلام و چشم بخیری دارم خدمت تمامی هموطنان نازنینم. امیدوار استام جور ساعت و سلامت باشین. خیلی خوش آمدین به برنامه خودتون، برنامه رسم زندگی آغاز شد و مثل همیشه نیم ساعت مهمان خانه شما حیزان هستیم. چه خوب است تا دقایق پایین از برنامه ما را همراهی کنید و تنها نگذارید. برنامه رسم زندگی همیشه وقت تلاش میکنه بهترین محتویات را انتخاب بکنه تا بتونیم تا حد مشکلات شما حیزان بیننده را حل بکنیم. و شما خوبان بیننده اگر مشکل دارین یا پرسش دارین، راههای ارتباطی برنامه در اختیارتان است. 4847 و همچنان صفحه فیسبوک رسم زندگی و شما رو تماس برنامه را فراموش نکنید. 0212 نظر به موضوع برنامه میتونید بگونه لایف مستقیم تماس بگیرین. قبل از اینکه تماس بگیرین یک موقعیت خیلی خوب رو اختیار بکنین و آواز تلویزیونتان را پخش بکنین تا ما آوازتان را بگونه درست در برنامه خودتان داشته باشیم. موضوع امروزی برنامه رسم زندگی برمیگرده بر امراض پرازیتی که یک نوع آن سیس یا آیدیتیت است که یک بیماری خیلی ها اگر بگویم خطرناک همچنان هست و بسیاری از افراد حساس و حالا وجود دارن که همیشه شکایت میکنن ولی خودشون تشخیص داده نمیتونن، ولی زمانی که مراجعه می داشته باشن نزد دکتر صاحبان عزیز من میگویا که اونا سیس دارن. این که حالا سیس چگونه به وجود میاد یا چگونه میتونن پیشگیری داشته باشن، از کدام غذاها میتونن استفاده بکنین، یک موضوع خیلی ها مهم است و کوشش میکنیم تمام پرسش های شما حیزان را در جریان برنامه از جناب دکتر صاحب بپرسیم و جوابات خیلی خوب را دریافت بکنیم. و این بحث را قرار است آغاز بکنیم با مهمان برنامه من جناب دکتر صاحب رنزورمل آیت الله اخپلواک که ایشان ترنر متخصص جراحی اطفال هستند در رابطه با این موضوع خیلی ها مهم صحبت میکنن. و باز هم جا دارد که یک یادوری خیلی کوتاهی داشته باشم از شما را تماس برنامه 0212 زناته در اختیارتان است. سلام دکتر صاحب، خیلی خوش آمدین، بعد از چشتون بخیر. زنده باشین. و علیکم السلام. همچنان ما سلام های خود به بیننده های عزیز تلویزیون شما و تمام هموطنان خود تقدیم میکنم. شما طوری که شما مرا معرفی کردین، ما اسم ما دکتر آیت الله خپلواک است، رتبه مرا زورمل است و ترینر متخصص جراحی اطفال در شفا اینستیتوت صحت طفل امراگاندی می باشم. خیلی خرسند هستم دکتر صاحب که شما را امروز در برنامه رسم زندگی در کنار خود داریم. قسمی که ما در ابتدا همچنان اشاره کردم، موضوعی که انتخاب کردیم و قرار است امروز من و شما روش بحث داشته باشیم، چون باز در نخص اگر یک مقدمه داشته باشین از امراض پرازیتی بعد میریم به طرف دیگر پرسش ها. بله، امراض پرازیتی که در جامعه ما بسیار معمول است. بله، نظر به سطح زندگی مردم ما و سطح دانش از صحت و طبابت همچنان مسائل مختلفی که قبلا سر از صحبت خواهد کردیم، امراض پرازیتی در جامعه ما بسیار معمول و شایع است. از او جمله یکی حیاتی دوز است یا ایکونوکوکوز که یک مریضی بسیار عام خصوصا در سمت شمال کشور عزیز ما که واقعاتش به شفخانه صحت طفل زیاد مراجعه میکنه در مملکت ما موجود است که میخواهیم راجع به از او یک مختصر صحبت بکنیم. بله بفرمایید دکتر صاحب. ایکونوکوکوز یا هایدتیت سیست. بله، که تعریفش طور است که یک مریضی پرازیتی است که در تمام دنیا، در آسیا، اروپا، امریکای مرکزی و جنوبی، شرقی میانه و خصوصا در افغانستان بسیار دیده میشه واقعاتش. عامل از این مریض اصلا مربوط یک پرازیت است که مربوط کلاس سیستودا میشه و خاندانش هم انیمالیا و فایلمش پلاتیلمنس است. تایپ ازی پرازیت که ایکونوکوک است نام داره. بله، ای ایکونوکوک است معمولا دو نوع از او که ایکونوکوک است گرانولوس و الویولارس است مهم است و سبب امراض میشه به نام سیست ایداتید. این مرض به نام از جمله کرمهای است که به نام پلیت وارم، هایپر پلیت وارم و
و یا داگ تیپ وارم هم یاد میشه. در مملکت عزیز ما این مرض به نام سگدانه مشهور است. بله، بسیار خوب. این مرض واقعیت از این وقتی که در افغانستان در خصوصا در شبخانه صحت فلمی معمولا از نوع اکونوکوک از گرانولوسوس است که سبب یک سیست میشه که سبب اعراض و علائم میشه. البته قبل از اینکه راجع به اعراض و علائم صحبت کنیم، راجع به میزبان از این و طرز پاتوجنیز از این مریض که چه رقم مرض به وجود میاد و همزمان خود معلومات ها داریم. میزبان اصلی از این مرض معمولا سگ و حیوانات درنده است، طوری که امی پرازیت در ساک مسکن اصلی از این رودای خرد سگها و حیوانات درنده به شمول گرگ و روبا و غیره است که این پرازیت وقتی که در داخل رودای از این حیوانات زندگی میکنه، بعد از این که به شکل جوان از این پرازیت تبدیل میشه، این قادر به تولید تخمه یا سیستا میباشه. این سیستا از طریق مواد غایطه یا مواد فضله از این حیوانات به محیط منتشر میشه و بعد از او توسط یک میزبان بین البیبینی که شامل حیوانات اهلی و انسان میشه سبب مرض در اینمی حیوانات میشه و انسان همچنان. بله دقیقاً دکتر صاحب، یک نکته خیلی خوب را اداره کردین. بسیاری از هموطنان من هستن که همیشه قسم که در ابتدای اداره کردم که شکایت دارن ولی خودشون تشخیص داده نمیتونن. ای که حالا بیماری سی چی اعراض و علائم را میتونه در قبال داشته باشد، پس از یک میان برنامه کوتاه میدونن. دوباره برگشتیم، با شما خوبان بیننده هستیم. در ادامه برنامه خودتان، ادامه برنامه رسم زندگی هست و موضوع را که در نخست هست برنامه داری کردم و جناب دکتر صاحب همچنان نکات خیلی خوب را داری کردن و در رابطه با امراض پرازیتی که یک نوع آن سیز یا آیدتیت است و شما هیزان اگر مشکل دارین، پرسش دارین، شما تماس برنامه را فراموش نکنید. 0220 220 93. خب دکتر صاحب نکات خیلی خوب را داری کردین قبل از وقفه، اگر حالا اشاره یه داشته باشین در رابطه با اعراض و علائمی که بیماری سیست میتونه در قبال داشته باشد یا در پی داشته باشد. بسیار خوب، به ادامه گفته قبلی خود میخوام دوام بدم که این مرض چون راجع به لایف سایکل یا دوران زندگی از عوامل از این مرض ما صحبت میکردیم. بسیار خوب. این پرازیت همونطور که گفتیم که در روده حیوانات درنده و چیز زندگی میکنه و در اونجا ساکن از رودای خرد حیوانات است. یعنی پرازیت در رودای خرد حیوانات وجود داره؟ بله، مسکن اصلیشون هم اونجا است. بسیار خوب. بعد از او به محیط شایع میشه و منتشر میشه و بعد از او توسط میزبان بین البینیش و گرفته میشه و در رودای انسان ها و حیوانات اهلی مثل گوسفند و بز و غیره داخل میشه و بعد از اینکه در رودای اونا رسید از طریق خون ای به اعضای بدن از این حیوانات انتقال میکنه و در اونجا سبب انکشاف میشه که یه نمی دانه که به نام هایداتیت کیست است یه نمی رو به وجود میاره و این معمولا از طریق مواد غذایی که انسان یا حیوان استفاده میکنه، مواد غذاییش به پرازیت یا سیست پرازیت ملوث میشه و بعد از اینکه از او استفاده میکنه به این شکل داخل وجود انسان یا حیوان میشه. راجع به اعراض و علائم شما گفتین که چی نوع اعراض و علائم میتونه. ای وقتی که پرازیت داخل وجود انسان شد، نظر به توزع این پرازیت در وجود انسان سبب اعراض و علائم مختلف شده میتونه، چون سیر زندگی از ای یا انکشاف از ای بسیار سلو و آهسته است، ممکن است که سالها مریض بدون اعراض باشد و کدام علائم در او دیده نشود
اما وقتی که کلان شد نظر به ای که در کجا موقعیت داره، در جگر انسان موقعیت میگیره. یعنی اگر اندازه سیست خرد یا کوچک بود عروض علائم نمیتونه داشته باشه تا زمانی که یعنی بزرگتر شد و کلانتر شد و رشد کرد. بله، نظر به موقعیت ازی پرازیت یا ازی سیست که اگر در مثلا اگر در جگر باشه که بیشتر وقت تقریبا 75% در جگر توزیع میکنه، بله، ممکن است مریض بسیار و همراهی پرازیت زندگی کنه و کدام اعراض علائمی از خود نشان نده. اما اگر موقعیت ازی در دماغ باشه و یا در چشم باشه که ممکن است در چشم به وجود بیه یا در شش یا ریه باشه، ممکن است در ریه سبب سرفه شوه و یا اعراض دیگه تنفسی را به وجود بیاره. اما در جگر ممکن است سبب مریض وقتی که سیست کلان میشه مریض احساس سنگینی میکنه، دلبدی و استفراغ شاید پیدا کنه. و اگر در دماغ باشه مریض سردردی پیدا میکنه، همچنان دلبدی و استفراغ ممکن است داشته باشه. و به می ترتیب نظر به موقعیت از این پرازیت در اعضای بدن ممکن است اعراض و علائم بده. بله دکتر صاحب، چون باز بیننده های عزیز همین نکات را همیشه وقت مد نظر داشته باشین. اگر شما خدای نخواسته همین نکات را که جناب دکتر صاحب ارائه کردن را دیدین در وجود خودتان که یعنی همین واقعات رخ داده، پس به زودترین فرصت مراجعه داشته باشین نزد دکتر صاحب. قسمی که جناب دکتر صاحب اشاره کردن در رابطه به این که همین سیس در روده های خورده، همین پرازیت در روده های خورده حیوانات می باشه که بعدا انتقال می کنه از طریق خون، پس چه خوب است همیشه متوجه خودتان باشید. حالا دکتر صاحب اگر در رابطه بر رعایت کردن افضل صحه اشاره داشته باشین که افضل صحه چقدر می تونه نقش بسزایی را داشته باشد؟ به خاطر که این موضوع برای هموطنان ما خوب قابل فهم و درک باشه، میشه میره به ترتیب راجع به این مریضی صحبت کنیم و در آخر میشه وقایع از این مرض برای هموطنان خود بگویم که چی رقم میشه که از وجود آمدن از یافت جلوگیری شه. دقیقاً دکتر صاحب بفرمایید. عکس مکروهات هسته. بله، چون این مریضی در وجود آدم وقتی که به انسان میرسه، یک سیستی که سالها ممکن است دوام کنه یا ماها دوام کنه، چون انکشاف از این پرازیت و یا از این سیست بسیار سلو و آهسته می باشه. دیگه از این خاطر این مریضی بسیار با آهستگی پیش میره و بالاخره ممکنه سبب اعراض شوه که باز در وقتی که اعراض به وجود آمد پیش دکتر مراجعه میکنه و بعد از تکمیل معاینات مریضی تشخیص میشه و تداوی میشه. راجع به واقعات از این مریضی برای شما و هموطنان خود صحبت بکنیم. این واقعات در افغانستان شایع است، خصوصا در ولایات شمال کشور که بله در قسمت های شمال کشور عزیز ما مریضی شایع است، خصوصا در فاریاب و قندوز و سمنگان که واقعاتش زیادش پیش اومده. یعنی در طرف شمال از افغانستان این واقعات بیشتر رخ میده. بله این مریضی در این مناطق موجود است و از این خاطر نمی مسئله باید شد که ما رسانه شما بیم و به همتان خود معلومات بودم. البته که این مریضی این دانه وقتی که باوجود می به تداوی جرایی معمولا ضرورت پیدا می کنن. اما قبل از اینکه تداوی جرایی شود باز تداوی دوایی هم چنان کار داره، یعنی قبل بعد از اینکه این تداوی دوایی گرفت و بعد از او مریض آماده عملیات شد، بعد ممکن است که مریض جرایی صورت بگیره. البته این راجع به مورد تداوی مریض بود. این مریضی در صورتی که یک سیستی موجود باشه و کلان باشه و ایجاب عملیات جرایی بکنه، در او صورت ممکن است که عملیات شود. اما در صورت که سیست خرد باشه و یا در قسمت از وجود انسان باشه که او قابل عملیات نباشه، باز تداوی دیگر برزی در یعنی نظر گرفته شده. یعنی نوی سیست تشخیص داده شود بعد شما یک روی حل را اشاره میکنین؟ بله، این نظر به سایز سیست و موقعیت سیست نوی تداوی برزی انتخاب بشه. بله بسیار بله. خوب دیگه تداوی از این مریضی را همونطور که گفتم یک
در کتاب ها گولد ستندرد برزی تداوی جرایی را ذکر میکنن. اما طوری که گفتم که ممکن است سیست در موقعیت از وجود انسان باشه که عملیات ایجاب نکنه یا عملیات برای زو خطرناک باشه. در اون صورت این مریضی توسط تخلیه از سیست و مواد پرازیتی سیدی که در داخل سیست زرق میشه و بعد از او دوباره سیست لواج میشه و به این ترتیب تداوی میشه. البته امتحانان ما باید دیگه پا بفهمه که وقتی که مریض اگر عملیات هم میشه بعد از عملیات تداوی دوایی اتمی است. به خاطر که این مرض ممکن است دوباره نقص بکنه یا در قسمت های دیگر از وجود منتشر شد. البته مسئله مهمی که برای ازی دجرایی ازی سیست باید در نظر گرفته شوایی است که سیست باید بدون ازی کوشش شوا که بدون ازی که ربچر بکنه یا مایی که در داخل ازی است در داخل وجود مریض منتشر شوا باید سالم کشیده شوا. البته که این سیست راجع مورفولوژی از این سیست اگر صحبت بکنیم این سیست یک زمانی که پرازیت داخل وجود انسان میشه و به شکل سیست تحسس میکنه دست و خود داره سه قسمت میباشه که سه قسمت که یک قسمت از این وجود میزبان تشکیل میده که به نام پیری سیست هم یاد میشه و یک قسمت از این که یک جدار سفید نسبتا سخت است و به نام مادر سیست هم یاد میشه و داخل از این یک مقدار مایی است که این همین مایی که اگر در وجود انسان منتشر میشه یا در زمان عملیات میریزه ممکن است سبب یک الرژی برای میزبانش با وجود بیاید که حتی سبب مرگ آنی میزبان شده میتونه. بله بسیار خوب دکتر صاحب، شما قبلا اشاره کردین در رابطه به این که سیست چگونه با وجود میاد، هست قبل چی هست و کدام اعراض و علائم را میتونه داشته باشد. دکتر صاحب حالا اگر اشاره داشته باشین بخاطر این که یک فرد که دچار سیست شود و نتونه که امان سیست را تشخیص بتن و اصلا آگاهی نداشته باشند که آیا ما دچار همین بیماری شدیم یا خیر، میتونه وجود داشتن سیست در یکی از نایه های بدن آسیب برسد بر دیگر اعضای بدن یا خیر؟ بله، تشخیص از این سیست توسط معاینات لابراتوری و تکنولوژی طبی که امروز به وجود آمده مثلا توسط التراساوند بسیار خوب قابل تشخیص است. همچنان سی تی سکن راجع به این سیست معلومات بسیار خوب داده میتونه که در اصول و زمانی که تشخیص شد باز تداوی از اقدام به تداوی از این میشه. خب زمانی که اونا آگاهی ندارن و سیست همچنان وجود داشته باشه در بدنشون میتونه آسیب برسانه در بعضی از قسمت‌های بدنشون، در بعضی از قسمت‌های وجودشون یا خیر؟ بله، زمانی که سیست کلان شوه و مریض موضوع را درک نکنه که یک به این شکل یک سیستی در وجود از این موجود است، ممکن است سبب ربچر از این سیست شوه که ما قبلا گفتم که ربچر از این سیست در داخل وجود ممکنه سبب یک انافلکتیک شاک ما در تبابت میگیم یا یک حالت الرژی به وجود بیاره که سبب مرگ یا نی مریض شده میتونه و یا ای که اینمی پرازیت در وجود مریض منتشر میشه ممکن است در قسمت های دیگه به بدن مریض منتشر شوه. البته یا در قسمت مثلا اگر در جگر باشه و ربچر شوه ممکن است از طریق خون به دماغ تیلی ریه یا شش مریض سرایت بکنه و سبب به وجود آمدن از این مریضی شوه. بله دکتر صاحب، پس چه خوب است بینده های عزیز همین نکات را همیشه وقت متوجه همین باشین که چگونه میتونین متوجه صحت و سلامتی خودتان باشین، چون صحت ثروت است. زمانی که اگر ما شما متوجه خودمان نباشیم، متوجه صحت و سلامتی خودمان نباشیم، پس دیگران هیچ وقت ما را متوجه صحت و سلامتی ما نمیشه. پس در قدم نخست همیشه متوجه این باشین که افضل سهر را رعایت بکنین، چون نظافت جز ایمان است. یک حالا همگی ما شما میدانیم، پس افضل سهر همیشه وقت در تمام
امراض هستگارهایتان مد نظر بگیرین یا رعایت داشته باشین، بخصوص همین نظافت را به یک فرهنگ خیلی خوب مبدل بسازین، چون فرزندان دارین، کودکان خیلی نازنین دارین، چون بیشتر زمانی که اگر شما توجه نداشته باشین بر چنین کودکانتان، شاید خدایی نخواسته اونا دچار همین بیماری شود. حالا دکتر صاحب، اگر از وقات یادآوری کردین، این وقات بیشتر بین کدام طبقه رخ میده؟ جوانان، نوجوانان، کودکان یا کهنسالان؟ تمام سنین مصاب ساخته میتونه، به خصوص کسانی که با مالداری دارن و یا اونا در خانه خود حیوانات مثل سگ تربیه میکنن یا پشک هم ممکن است و یا در مناطق چوپان ها معمولا مصاب از این مرض میشه و زمانی که مرض به وجود بیاید، همونطور که قبلا گفتیم، به این ترتیب ممکن است به دکتر مراجعه بکنن و به این شکل مشکل مریض حل شد. راجع به وقایه مرض میشه که صحبت بکنیم. خیلی کوتاه اگر اشاره بکنیم دکتر صاحب. وقایه از این مرض بلند بردن سطح دانش مردم راجع به صحت و رساندن معلومات طبی خصوصا نظری جرم برای هموطنان عزیز، مخصوصا از طریق رسانه های شما میشه که برای مردم عزیز ما این معلومات یا همین نظریات، نظری جرم که همین نظری میکروب است که اکثریت مردم افغانستان این مسئله را نمیفهمند که میکروب های وجود داره در آب و خاک و هوا که باید چی رقم از او جلوگیری بکنن که سبب انتقال مرض بر اینا نشه. سپاسگزار هست شما دکتر صاحب. وقت برنامه من به تمام رسیده و نگذاریستیم از حضور بینده های عزیز مرخص شویم. ممنون از شما که تشریف آوردین و برنامه من را رنگین تر ساختین. تشکر از شما. زنده و سلامت باشین. شکر از هموطنان عزیزم. قسمی که من اشاره کردم بر تک تک شما عزیزان که بیم اطلاع رسانی خیلی خوب داشته باشین، بخصوص میدیا که تا حد تانستن مسئولیت های خود را در بکنن و اطلاع رسانی خیلی خوب داشته باشن در سراسر از افغانستان، بخصوص شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید که بخصوص برنامه رسم زندگی بهترین موضوعات تیبی را انتخاب میکنیم که تا حدی بتونیم مشکلات شما حیزان برنامه را حل بکنیم. هی بود برنامه هم روز که تقدیمتان کردیم. تا برنامه بعد و دیدار بعد، خداوند یار و نگهدارتان، شاد و موفق باشید.